صدای صدا فرمایید. الو. بله. من می‌خواستم در رابطه با صحبت‌های شما با کلام باهاش صحبت کنم. بله، شما شماره 3 هستید. گوش خدمتتون باشه. الو. خلاصه کلام رو بپرسین من. خودت الان ما قرار در اون رسالت رو یادتون باشه ما در مورد صحبت می‌کنیم. باشه. خود دوست شما یک شما زودتر آمدید صحبتتون رو رای بدید. شما هستید؟ بله. بیاست میخواستم خواهش کنم که بحث قشنگکار داشتید قبلا یا سبای دیگه بیتخصه دیرون از این بر به این آقاین کومونیستی ها تکلیف معلوم میکنم برای شما و به اسم چیز به اینا هم توی بحثا شوید یک کسی کومونیستی قبول نمی کنی هر شب هر وقت رادیو میگن سادوی میگن دو سه ساعت به ما بدید دو سه ساعت بذارید دقیقه هم صحبت بکن هیچ کار برای شما نکردم همه شما تکلیف براتون معلوم کنم یک چیزی کومونیست دوست نداری چرا اینقدر اینا هیت دارن سنگ بکنیدن به اسم این که هفته جنگ بگیره این اومده چه ساعت وقت تلویزیونه که رادیو گفته سر مردم بردن اینا چی میخوان دیگه بستن کارایی که کردن کشتار اونا چند بوده این گروه هکارشون این دستگاهاتشون چه اون جنگ جهانی دوم شوروی کم پدر ایرانی رو در بود این دفعه کم هی مردم جمع پردن اینجا همه دستم همین بار در به در کردن بدبخت کردن چقدر اینا تن مردم میدرزنن دست کنن دیگه چقدر خدمت میکنن نوکری این شوروی شدن و همتر اصل مردم خود اجازه بدین خودشون جوابتون میدن من اصلا حاضر نیستم باشن حرف بزنم خود به اجازت شبتون بسید قطع نکنید خواهش میکنم این الگویی که ما داریم بذارید برپا باشه که صحبتی که میشه ادامه پیدا کنه من به احترام شما دارم که دستگاهتون به هم نخوره قطع نمی کنم من به اینو بگید دست کنم دوست شما رسته شما هم صحبتی داشتید فرزیان با اجازتون با هم دیگه در جبهه مردم با تک تک ها از گروه ها صحبت میکنیم صبر باشید نه خدا رو میشناسم من به هم اسم خلق رو گذاشتن چی کار دازم برای این خلق صبر باشید ما اینا رو از زبون خودشون در میاریم که چطور کمونیست میره میگه من اینقدر نفرتور میگم ده بار به سنگ داریم قبول نمی کرد ما رو گفتم آقا شما خیلی ما مریضتون بدیم بعد میگه من احتیاج ندارم کار کنم میگم شما این قسم خورده نیست اون وقت میگم که اصلا ما تو خلق بس دیدی که اجازه بدین دوست شما هستمون هم صحبتی دارن رای بدن بفرمایید من خدمتتون آقا عرض کنم که فرمودن که شما تلویزیون جام جم راه میدادن یا نه خب مسلمه به نظر من راه نمیدادن یه عمله داری توی تلویزیون باید که صادقانه هر به دلش رو بزنه موقعی که راه بدادن ولی کلن حالا ما این رادیو رو داریم در اختیار خودمونه را خیلی راحت و عامیانه میریم توی تشکی درمون بخواد میگیم اون آقایی که ادعا میکنن این برنامه درست نیست برنامه بهتری سراغ برن یا میتونن برنامه بهتر ارائه بدن اینجا مال همه میتونن ازش استفاده کنن صحبتم تموم شد به هر حال ما هم توضیح دادیم که این صدای صلح و صدای همه رو پخش میکنه و این ما هستیم مردم هستیم که باید این صدا رو بشنویم و تصمیم نهایی رو ما مردم میگیریم صدا باید پخش بشه اگر نمیتونیم به شکلی با هم ارتباط داشته باشیم این ارتباط رو این دستگاه داره برای ما انجام میده و ما هستیم که باید تصمیم نهایی رو بگیریم و سعی کنیم به وسیله این دستگاه آگاهی به هم دیگه بدیم در هر رابطه ای که صحبت داریم ببینید که بشه راحتی میشه از طریق این رادیو صحبت کرد به هر جریانی اگر حتی وابسته هستید صدای شما اینجا پخش میشه ولی مردم هستن که تصمیم نهایی رو میگیرن نه من اینکه پشت این دستگاه نشستم که صدای کی رو قطع بکنم صدای کی رو پخش بکنم همه این صداها پخش میشه و مردم مسئولانه باید با آگاهی این جریان ها رو ببینن و تصمیم نهایی رو اونا بگیرن دوستی دیگری هست صحبتی داشته باشه من اگه اجازه بدیم میخواستم چند کلمه خدمتتون عرض کنم بفرمایید این برنامه ای که داشتین راجع به عمله ها و اینا من اتفاقا نظر موافق میدم به این دلیل که خیلی صادقانه صحبت میشد و هیچ نوشته و ارزم به حضور شما کتابی اون وسط نبود هر صحف دلش رو میزد منتها این شنونده بود که باید تصمیم میگرفت که عمله چی میگه، درویش چی میگه، مرشد چی میگه و مردم هستن که
باید فکر بکنن اگر میتونن بهتر از درویش و بهتر از عمله صحبت بکنن بیان سخن رو بگیرن دستشون ادامه بدن. مال همه است، چرا مردم حرکت نمی کنن در موردش؟ تلویزیون میخواین بریم تلویزیون صحبت کنیم، رادیویی که مال خودمونه نمیتونیم ازش استفاده کنیم، چطور میریم توی تلویزیون که مال کسی دیگه است استفاده بتونیم بکنیم ازش؟ بله، دوست دیگه هم اینجا هستن صحبتی دارم. اون شماره یک و این شماره کلام چی میخوام بگم؟ شماره دو در مورد رسالت میگفت. بله، دوست شماره دو شما درباره رسالت رادیو صحبت کردید. رسالت چی معنی؟ بله، حالا به قول خسرویه رسالت چی معنی ده؟ ما به چه شکلی این رسالت رو میتونیم به عهده داشته باشیم؟ سلامی قربان. بله، من همون چیزی گفتم، یعنی بحث را بنام هم شروع کرده و من همون بقیش که جواب آقای گرزننده را جواب بگم اینه که این دوست مادرمون خواهرمون هرچی که اجازه بدم به من سرشون بزنم باکنه این بگم که اگر هر کسی که میاد پشت این رادیو و مسئله ای رو عنوان میکنه که از دردهای مردمه این دلیل نمیشه که الزاماً گروه ها چی به قول معروف یا گروه هایی بکشن که البته من خودم با این اصطلاح گروه ها چی بکنم مخالف هم چون نمیدونم اونو چرا اصطلاح رو بکنم دارم زنی در اصلا این به قول معروف درست نیست به هر کسی که از درد جامعه میگه صداشون خوب بود چرا جایی شده فقط جان عنوان بکنیم که این جریانات این اشخاص من و اونن و بیرن و اون شویرن و بعد این واقعا چی میگن اگر فرزن بنده اومدن اینجا عنوان شدم که مسئله جنگ مسئله خانمان سوزیه بعد که چه ببینیم واقعا آن یه جریانات بوده که مسئله جنگ مسئله خانمان سوزیه هست نه میتونم من زردشتی باشم، میتونم من مسلمون باشم، میتونم من کمونیست باشم، میتونم من جهود باشم، میتونم من هر چیزی باشم. میتونم این مسئله ای که من عنوان میکنم مشکل و درد مردم ایران هست یا نه؟ و من ارزم نمیدونم که شما بتنید به دایره به صلاح افکار به افکار مردم و این که نمیدونم اینا جهودن، جبرن، کمونیستن یا امثال اونا، یعنی ما رشته اصلی رو گم کردیم و فقط میتونیم که اینا بدبخت کردن ما رو. البته من باز عنوان میکنم مسئله جنگ مسئله بسیار مهمی و باید این مسئله خیلی خوب کرد. در مورد رسالت رادیو که این دوست ما دوست گرداننده رادیو خیلی دوست رسالت به نظر من شما دو مرحله پاسخ بدید. یکی اول دونم بگید که رسالت چی هست و بعد بگید که این رسالتی که شما تعریف کردید به چه شکلی این رادیو میتونه به عهده بگیره. من اگر بتونم با صحبت بکنم ممکنه جواب هر دو تا رو تو همین کوتاه مدت داده باشم. اونجا که میدونم ببینید شما به عنوان انسانهایی که حداقل عنوان میکنیم و تا با آنم پشت کار نشون بدیم که میخواییم کاری برای مردم بکنیم و اینو به عنوان هدف قرار دادیم به دنبالش رو گرفتیم و در این روش کار میکنیم اونطورها همونجوری که عنوان کردم برای انجام این کار و برای این که این هدف رو به نقطه به مرحله ظهور برسونیم به مرحله این برسونیم که این هدف تحقق پیدا بکنه راهیه که انتخاب کردیم به نظر من راهیه که به هیچ جا نخواهد. حالا چرا من رسالت خطاب کردم؟ به خاطر اینه که واقعا الان تو این مقطع تمام ما تمام ایرانیانی که دلشون برای ایران میسوزه باید این رسالت در خودشون احساس بکنن، باید این فکر درشون باشه، باید این فکر در ذهنشون باشه که مسئولن در قبال جامعه خودشون. این خب همه میبینن
منطقه تا چهت میخوان این کمک رو بکنن به این کار انجام بدن و به این هدف و به این فکری که دارن جامعه عمل بپوشونن برمیگرده به چی؟ به اصلیبی که میخوان به کار ببرن برای پیاده کردن این هدف و این به صورت تفکر. شما اینکه مسئله تو اونجا چونوان میکنم من فکر میکنم هست به نوعی کمک به ایرانی هاست همونجا چونوان کردن شما الان با در دست داشتن دستگاه ارتباط جمعی و با در دست داشتن وقت و با در دست داشتن افرادی که بتونم براتون کار بکنم یکی از وضعیت مشخص تو اینجا همونجا که عرض کردم اول یه چارچوب مشخص برای برنامه خودتون بذارید. در این چارچوب مشخص در زمانی که چارچوب مشخص برای برنامه خودتون بذارید عملا یه سری افراد رو از دست خواهید داد. منطقه من این رو قول میدم که خیلی افراد دیگر شما جذب خواهید کرد و اون زمان هستش که این رسالتی که عنوان میکنید در قبال مستخان بارها رو اعلام کردم در مقابل نسل کنونی ما داریم باید به انجام برسیم باید کمکشون بکنیم باید به اصلاح راهی براشون باز بکنیم اینو به نوعی شما میتونید در این نقطه از جهان در این شهر کوچیک و بزرگ به انجام برسیم. چیزی بود که من از اول تلفنی که زدم قصدم این بود که این عنوان بکنم در رابطه با مسئله جنگ از اول عنوان کردم و بعد بعد کشیدم. ببینید حالا بذارید من یه چیزی بهتون میگم. ببینید وقتی صحبت از پیغمبران یا پیامبران میشه همیشه مسئله رسالت هم با اونا میاد اگه توجه کرده باشید و میگن رسالت مثلا محمد پیامبر این بوده رسالت پیامبری بوده. ببینید پیامی رو محمد برای مردم آورده عیسی و موسی و زرتشت هم پیامی رو برای مردم آوردن. ببینید این مردم هستند که باید این پیام ها رو بشنوند و آگاهانه دربارش تصمیم بگیرند به خاطر اینکه راهی رو که میرن صحیح باشه. رسالت این رادیو اینه که پیام مردم رو به مردم برسونه. هر کسی به هر شکلی توی دلش صحبتی داره خیلی عامیانه اینجا صحبتشو میکنه و پیامشو به مردم میرسونه و این مردم هستن که باید آگاهانه این پیام ها را گوش بکنن و اون چیزی رو که فکر میکنن صحیحه انتخاب بکنن. من که اینجا نشستم رسالتمو انجام دادم که با این دستگاه صدای مردم رو پخش میکنم و این مردم هستن که پیام رو میشنون و خودشون هستن که باید تصمیم نهایی رو بگیرن. پس رسالت رادیو پخش پیامه و داره این کار رو میکنه. میتونم رسالت حضرت محمد زمانی که خطهای اون زمان مشخص شد یه سری جریانات هستن به اسم کفار در رابطه با اون کفار رسالت محمد به اتمام رسید. محمد در جنگ بدر هیچ رسالتی از قبال کفار نداشت. رسالت در قبال مردم خودش داشت منطقه در قبال کفار نداشته با. یعنی اونجا نمیتونه بره یک ساعت صحبت در کفار بکنه چون عملا دیگه کاری نمیتونه. ببینید محمد خودش تنهایی که این کاری نکرده پیامی رو آورد یه سری نگرفتن. اونهایی که گرفتن با محمد بر علیه کفار کاری کردن درسته؟ بله. خب ما هم صدای مردم رو برای مردم پخش میکنیم و این مردم هستن که تصمیم باید بگیرن که آیا کفار کی هستن. باید بشناسن آگاهانه کفار کی هستن و چگونه تجهیز بشن در مقابل کفار و چگونه باید بر علیهش بجنگن. پیام ها رو این رادیو داره پخش میکنه و این مردم هستن که باید بگیرن. اگر صحبتی از محمد هست از این رادیو مثلا پخش میشه، اگر صحبتی از کسی هست از این رادیو پخش میشه و این مردم هستن که این پیام ها رو میگیرن. از این بهتر دیگه چی که مردم با دانش و آگاهی که دارن برای همدیگه صحبت بکنن و این مردم باشن که تصمیمایی رو بگیرن. من نباید اینجا برای کسی الگو تهیه کنم، چارچوب خاص نباید بگذارم. مردم دارن از طریق این دستگاه با هم صحبت میکنن، پیام خودشون رو به هم دیگه میرسونن.
از این رسالت مهمتر دیگه چیا شما واقعا سراغ دارید؟ مردم میتونن پیام خودشونو از طریق این دستگاه به هم برسونن، حالا به هر جریانی وابسته هستن و خود همین مردم هستن که تصمیم میگیرن. محمد براشون تکی تصمیم نمیگیره، خود مردم هستن که دارن تصمیم میگیرن. این مهمه. ببینید شما جملات قشنگی میگید، منتها یه نکته رو فراموش میکنید. همون که گفتم باز برمیگرده به چارچوب، برمیگرده به فرانسیس. دوستان دیگه نظر من برمیگرده، میخواییم که دیگه صحبت بکنم، من صحبت میشم. بله خب، حالا دوست شماره یک و سه منم هستن. دوست شماره یک، شما صحبتی دارید؟ متشکرم. صحبتی نداری؟ صحبت زیاده، کشتنی زیاده، دوگلده شما چاره درد چی؟ خب چاره درد چی واقعا؟ از بزرگان باقی مرم صحبت میکنم بکنم. خب شما هم یکی از بزرگان هستید. درست میکنم. میخوامید دوگلیم دیگه صحبت کنم، بخوامید دیگه صحبت کنم. دوست شما رو سمینم هستن اگه صحبتی دارم. نه